سرکرده تیپ هوا برود سپاه پاسداران اعتراف کرد که این تیپ از سال 1378 تا کنون مشغول اجرای طرحهای تروریستی رژیم در کشورهای منطقه از جمله در عراق، لبنان، سوریه و افغانستان است. پاسدار صادق محمودی گفت از همان زمان جنگ با حضور لشکر 27 در لبنان و سوریه گام های اولیه شکگیری جبهه مقاومت برداشته شد و یکانهایی مانند قرارگاه رمضان و تیپ 66 نیروهای ویژه هوا برد در این امر نقشه به سزایی داشتند و در افغانستان حضور چشمگیری داشتیم. به افسود امروز اثر حضور نیرو در معمولیت های امنیتی در شمال غرب و جنوب شرق و همینطور در معمولیت های محور مقاومت در عراق و سوریه را میبینیم.